مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقعی سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام و شبتان بخیر. با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. سرخط خبرها. از انتقاد عملکرد نهادهای عدلی و قضایی تا سرعت عمل این نهادها، متهمان تجاوز جنسی بر زنان در زودترین زمان ممکن به اعدام محکوم شدند. به شد مجازات، یعنی اعدام، محکومین به مجازات نمودیم. نتیجه انتخابات در نزدیکی یک طرفه شدن. اصلاحات و همگرایی میخواست موقف نهاییش را اعلام کند، اما اوباما از دکتر عبدالله خواسته بار دیگر گفتگو کنند. حکومت موقت زنگ عقبگرد در افغانستان. رئیس مجلس سنا پیامد ایجاد حکومت موقت را رفتن کشور به گذشته می داند. زنی که نخواست از کاروان مردان خشونت آفرین عقب بماند. در بامیان یک زن عضو خانواده‌اش را آتش زد. و این روزها بلاهای طبیعی از هند و پاکستان قربانی می گیرد. کم از کم 200 تن در سیلاب ها جان باختند. در 30 دقیقه خبر امشب من رئوف اجمل با مهمترین رویدادها از افغانستان و جهان با شما هستم. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز با نماینده ویژه سازمان ملل متحد و سفیر آمریکا در کابل دیدار کرد. کاخ ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل و جیمز کننکام سفیر آمریکا در مورد چگونگی پیشرفت در روند انتخابات با رئیس جمهور کرزی گفتگو کردند. کوبیش به آقای کرزی گفته است که برخی از کارهای فنی روند انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و تا چند روز دیگر نهایی خواهد شد. عاملان تجاوز بر زنان در ولسوالی پغمان به اعدام محکوم شدند. دادگاه ابتدایی 7 تن از افرادی که به تجاوز جنسی بر بانوان، سرقت مسلحانه و آدمربایی در ولسوالی پغمان متهم بودند، امروز به گونه علنی در کابل برگزار شد و حکم اعدام آنها را صادر کرد. سلیمان مستمن با جزئیات بیشتر این خبر. دادگاه علنی برای اعدام عاملان تجاوز جنسی بر زنان در ولسوالی پغمان. اینجا همه جمع شدند. از عاملان تا بستگان قربانیان و پلیس همه انتظار فیصله هستند. با آنچه اقرار کردند، یک بار دیگر یک به یک به حضور رسانه ها به خانش گرفته می شود. نظر محمد اعتراف نموده بر علاوه قطع و طریقی و غارت انبال و غارت انبال بالای طبقه آناست تجاوز جنسی نیز نموده. یکی از فامیلا به ما زنگ زد که نمی جنایتکارا در خانهشان نه به سنوش تجاوز میکنند. بعد از او صبح یا امام هم میکنن از خانه از با میبرن. اینو مردم حاضر نشدن. به خاطر چی حاضر نشدن؟ به خاطر از اینکه از شرم و از جامعه ما جامعه سنتی است. دادگاه ابتدایی این افراد پس از 16 روز برگزار شد. افرادی که امروز مشخص شد دزدی منازل، آدم ربایی و تجاوز به زنان پیشه ایشان بوده است. در اینجا متضررین نیز حضور داشتند و این افراد را شناسایی کردند. آنها از حکومت خواستار جزای اعدام به این افراد شدند. یکیش مرمی کش کرد در بالای سر ما ماند، یکی دیگه برچه کشید باستلا و علای ما کل چیز ما را کشید. دیده باشم تلاشی ما کرد هر چیز زیر دست پایشان هم افتیدیم شکای ما برمید. دیگرهایش قابل شناسایی قرار نگرفته و از زلا به چراغ موتر خودم وقتی موتر ما را لیورس میکدن از زلا را به چشم خود دیدیم. عزیزالا سردسته این گروه در جریان تحقیقات به جرمش اعتراف کرده، اما در دادگاه از پذیرش اتهاماتش خودداری میکند. اینجا گفتن که ما این را دیدیم در روشنی چرا بود در محل واقع. ما
من نبودم دیگه، اگر در آمره مثال دیده باشه من نبودم. سرانجام شواهد و مدارک موجود در این باره از سوی دادگاه معتبر دانسته شد و دادگاه فیصله خود را در برابر این افراد صادر کرد. هفت عامل این رویداد به جزای اعدام محکوم شدند. در قضیه اختطاف طبق هدایت ماده 6 قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان با در نظر داشت ماده 7 قانون مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی هر واحدتان را به مدت 15 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم و در رابطه به قضیه انجام فعل نامشروع زنا طبق هدایت تعدیل ماده 427 قانون جزا و با رعایت فقره 1 ماده 149 قانون مذکور هر واحد عظمی کسایی را که پیشتر نامایشان گرفتم به مدت 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم و در قضیه غارت مسلحانه امی 5 نفر فوق ذکر را طبق هدایت ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به اشد مجازات یعنی اعدام محکومین به مجازات نمودیم. این افراد اکنون در چند قدمی اعدام قرار دارند. روز گذشته رئیس جمهور کرزی وعده داد که این افراد علنی اعدام خواهند شد. تا 20 روز دیگر این افراد حق استناف خواهی دارند و پس از آن محکمه دوم آنها برگزار خواهد شد. وزارت امور داخله 29 شهروند پاکستانی را که غیر قانونی وارد افغانستان شده بودند رها کرد. این وزارت میگوید نتیجه بررسی هایشان نشان میدهد که این شهروندان پاکستانی خطری برای امنیت ملی نبوده و تنها برای حل یک جنجال خانوادگی به کشور آمده بودند. در میانشان دو کارمند حکومت پاکستان نیز شاملند. قیام نوری گزارش میدهد. ورود غیرقانونی شهروندان پاکستان به کشور از جنجال های ظاهرا پایان ناپذیر. نام عبدالسلام، ملیت پاکستانی، عمر 52 ساله، باشنده صوبه سرحد پاکستان، قوم موسازی. این مرد در بخشای قبایلی پاکستان به حیث بلوسفال حکومت این کشور کار میکند. همراه با وی این مرد جوان با تفنگ و وسایل نقلیه نظامی 2 هفته پیش وارد پکتیکا شده بودند. نام منگو خان، ملیت پاکستانی، قوم موسازی، عمر 35 ساله، باشنده صوبه سرحد پاکستان. داز موږ مجبوریانی د موږ په زور په پاکستان پر موږ مسلط سوی دی، پر پښتانه پر خاوره، پر افغان خاوره، تر ټکه پورې افغان دی. این دو تن شامل 29 تنی بودند که به گونه غیر قانونی به کشور آمده بودند. امروز از سوی وزارت امور داخله رسما به سفارت پاکستان تسلیم داده می شوند. بررسی ها صورت گرفت، نتایج بررسی هایی بود که اینا کدام خطر جدی برای امنیت افغانستان نیستند. ریاست مبارزه با هراس افکنی وزارت داخله میگوید این افراد به خاطر شرکت در یک جرگه قومی به پکتیکا آمده بودند. اینا آمده بودند به خاطر مصالحه که قبلا در بین قتل صورت گرفته بودند که موضوع را به اساس شکل قومی که از جمله انانات ما شما است اینا بین خود تفاهم کنند و تا بتانند دو برادر که با هم جنجال داشتند اینا یک مصالحه کنند. این 29 تن در حال رها می شوند که همکنون صدها باشنده افغانستان در زندانهای پاکستان به گونه غیر قانونی زندانی اند. معاون سفیر پاکستان می گویند شهریان افغانستان باید پیش از سفر به پاکستان ویزا بگیرند. خیلی از باشنده های افغانستان بدون مدرک از مرزها عبور می کنند و وارد شهرهای کلان ما می شوند. از این رو وقت پلیس آنان را در شهرهای کلان می بیند بازداشتشان می کند و این وظیفه پلیس است. تلاش های حکومت برای رهایی زندانیان کشور از زندان های پاکستانی تا کنون بی نتیجه بوده است. متاسفانه که توضیحات لازم در این قسمت ندارن. تعداد زیادی از افغان ها متاسفانه هنوز هم در زندان های پاکستانی است. اما این حسن نیت حکومت افغانستان در برابر پاکستان به چه معناست؟ آیا واقعا مردم افغانستان از این سیاست راضی اند؟ کاملا نقض حاکمیت یک کشور است. یعنی ما آله و دست بازی 4 تا همسایه که به ما خیانت میکنه و ما در مقابل نمیفهمم چرا پشت پرده چی گپ است و ما چرا چوب میشینیم. نه تنها ضعف خود حکومت ما نشون میده بلکه در برابر قانون اساسی به حرمتی قانون اساسی ما رو نشون میده. حکومت میگوید این افراد را برای حسنیت به پاکستان تسلیم کرده
اما حسنیت در حال است که امروز نیز ده ها موشک بر بخشای ولایت کنر از سوی پاکستان پرتاب شده است و این روند از دو سال به این طرف ادامه دارد. هر دو نامزد فردا یک بار دیگر به خواست باراک اوباما دیدار خواهند کرد. باراک اوباما از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است تا در حل چالش‌های انتخاباتی و نیز در ایجاد حکومت وحدت ملی همکار باشند. آقای اوباما در تماس‌های تلفنی جداگانه با این دو نامزد گفته است که برای حل این معضل رئیس دفترش و یا هم جان کری وزیر خارجه را به کابل خواهد فرستاد. دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می‌گوید که تصمیم نهایی‌اش را در پیوند با چگونگی روند سیاسی و فنی انتخابات تا فردا به تأخیر انداخته است. دکتر اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله، تلاش های بی نتیجه برای حل تنش‌های انتخاباتی. دیشب یک بار دیگر باراک اوباما با هر دو نامزد انتخابات تماس‌های تلفنی داشت. همکاری های هر دو نامزد برای حل تنش‌های انتخاباتی و نیز ایجاد یک حکومت وحدت ملی در افغانستان محور گفتگوهای باراک اوباما را با دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی می ساخته است. قرار است فردا هم این دو نامزد با خاص باراک اوباما با هم دیدار و گفتگو کنند. فردا قرار است که هر دو نامزد با هم دیگر دیدار داشته باشند. در این دیدار بنا آن است که همه مسائل اختلافی که در کمیته 8 نفره بالای او توافق صورت گرفته هر دو نامزد بر آن صحه بگذارند، تایید کنند. همچنان یک مسئله که مانع بر سر راه پیشرفت همه مذاکرات تا به اکنون را بوده بالای او هم تصمیم نهایی را بگیرند. با این همه دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی گفته است که تصمیم نهاییش را در پیوند بر روند سیاسی و فنی انتخابات امروز می گرفت. اما ظاهراً تماس باراک اوباما این کار را به تأخیر انداخته است. تصمیم نهایی این دسته چه خواهد بود؟ پیروز دور اول انتخابات بودیم و پیروز دور دوم انتخابات هستیم. بنابراین ما حکومت وحدت ملی تشکیل میتیم و اون وقت تیم تحول و تداوم میتونه با رأی 31% که در انتخابات اولی گرفته شامل حکومت وحدت ملی ما شو. پیش از این هم برای دو بار جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای حل تنش‌های انتخاباتی به کابل آمده است. مردی که نقش مهم در حل انتخابات جنجالی 2009 افغانستان هم داشت. اما تلاش‌های جان کری در این انتخابات تا اکنون نتوانسته است چالش‌ها را از میان بردارد. ایجاد حکومت موقت به خیر مردم افغانستان نیست. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا هشدار میدهد که ایجاد حکومت موقت عقبگرد بزرگ و رفتن به گذشته است. در همین حال اداره امور از آمادگی کامل برای برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور جدید خبر میدهد و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد هر چه زودتر نتیجه انتخابات را اعلام کند. سجاد محمدی. در صورت ادامه کشمکش های موجود و دست نیافتن دو نامزد به یک توافق سیاسی، یکی از گزینه‌ها ایجاد حکومت موقت مطرح شده است. از فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا هم به عنوان یکی از گزینه‌ها برای رهبری اداره موقت نام برده شده است. این شایعات هم زمان تقویت شد که رئیس جمهور از میان سناتوران انتصابی که وظیفه‌شان پایان یافته است، تنها دستور انتصاب دوباره آقای مسلمیار را صادر کرد. اما حالا همین مرد ایجاد حکومت موقت را برگشت به گذشته می داند. من گفته است موقت حکومت سلسله را تقریبا دیال از کل اولاندی تایی کرده و من شاعت نزو باید مخ کلر شو و دو مجلس نمیم گفته نداره چه در دیو سر جدی مخالفت و خیلی او موقت حکومت در افغانستان پر خیر نده، در افغانستان پر گرده نده، پر افغانستان که انتخابات شوی. پس از جنجال شدن انتخابات و برگزار نشدن مراسم سوگند رئیس جمهور تازه در زمان تعیین شده، رئیس جمهور در هر نشست و به هر مناسبت که شده از دو نامزد میخواهد تا با هم به توافق برسند و حکومت در همان روز مراسم سوگند را برگزار خواهد کرد. چه که په همغه روز غواړی چې مراسم د تعلیف درته ونیسم تیار یم، که دو ورځې بعد غواړی، که ډېر ورځې بعد، په هر توګه چې تاسو غواړی حکومت رو تیار دی، زای تیار دی، لست ترتیب دی، در کار کن. تا هنوز آمادگی حکومت برای برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور جدید دوبار به تأخیر افتاده است. ظاهراً تأخیر سومی هم در راه باشد، چون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان بر رئیس جمهور کرزی تعهد کرده بود که نتیجه انتخابات در 19 سنبله مشخص خواهد شد. اما اکنون این موضوع مشروط شده به توافق سیاسی میان دو نامزد. هرچند اداره امور میگوید آمادگی های کامل برای برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور تازه گرفته شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته در آخر این هفته نتیجه انتخابات را اعلام میکنند و حکومت افغانستان امیدواره که نتیجه اعلام شود. کمیسیون آمادگی داره که از بعد از اعلام نتیجه تا 3 الی 4 روز را آمادگی داره که مراسم را برگزار کند. با این همه شهروندان کشور قربانی اصلی کشمکش های موجود پنداشته می شوند. اکنون همه نگاه ها به سیاستگران دوخته شدند که دست کم قربانی ها و هم مسافرین مردم را پاس می دارند یا کشور را به گذشته برمی گردانند. مجلس نمایندگان پس از تعطیلی های تابستانی دوباره به کار آغاز کرد. مسئله تجاوز گروهی بر زنان و جنجال های انتخاباتی از بحث های اساسی نماینده ها در نخستین روز کاری این مجلس بود. یک زن در ولایت بامیان توسط خانواده شوهرش آتش زده شد. حمیده 25 ساله در روستای فولادی در مرکز بامیان توسط یک عضو خانواده شوهرش مورد خشونت قرار گرفته و سپس آتش زده شده است. پزشکان گفتند سوختگی حمیده 50% و درجه 2 است و باید به بیمارستان مجهز انتقال داده شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مختار پدرام. افزایش خشونت بر ضد زنان در کشور از حالت عادی خشونت هم گذشته است. گاهی لب و بینی بانوان بریده می شود، گاهی با تیشه و تبر قطعه قطعه می شوند، گاهی تیرباران شده و گاهی هم سر بریده می شوند. اما رویداد تازه در بامیان وحشتناکتر است. یک بانوی 25 ساله توسط یک خانم دیگر از خانواده شوهرش زنده با تیل سوختانده شده است. و شهر را سر مخاله کرد که بر پلته زد گرگیردم اونجا پرتکت بشکرم پرتکت. آتش که جان مرا گرفت کم آتش گرفت. آتش که هم گرفت، امی پیران مرا قچادیر میهی او سو لوچ کد گزلک کد دیگه دویش کده رفتم خانه دیگه کلا خلص کدم خیز کده رفتم یک کمپال دیگه را اردم پیش بخاری در خانه بودم اینجا سر مپرد کد خوش جیکو میشد. حمیده 3 کودک دارد و در روستای خوشکک دره فولادی از بخش های مرکز ولایت بامیان با این خشونت وحشتناک روبرو شده است. روز گذشته خانم پسر کاکای شوهرش نخست با او خشونت می کند، سپس تل بر سر و صورتش می پاشد و او را آتش می زند. پلیس بامیان چند نفر را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند. این حادثه اتفاق افتاد، پلیس را به شفاخانه انتقال داده، تحت تداوی است. موضوع را پلیس مبارزه با جرایم تعقیب می کند. جزئیات قضیه کسایی به اتهام قضیه فعلا تحت نظارت مدیریت مبارزه با جرایم تعدادشان را نمی فهمد. حمیده به دلیل خشونت‌های خانوادگی تصمیم به خودکشی نیز گرفته بود. این بانو توسط پلیس به بیمارستان بامیان انتقال داده شده است. پزشکان می‌گویند وضعیت صحی حمیده اکنون بهبود یافته و نیاز به درمان جدی‌تر در مراکز سوختگی دارد. دیروز شام در شفاخانه مراجعه کرده، مریض مصاب سوختگی درجه 2 در قسمت‌های روی و سینه و شکم و اطراف سفلی است. دیگه سوختگی مریض درجهش درجه 2 و فیصدش در حدود 45-50% است. تا اکنون هیچ عضو خانواده حمیده حاضر نشده او را به کابل انتقال دهد. گفته های رئیس جمهور کرزی درباره این که افغانستان به اپوزیسیون یا جریان مخالف سیاسی حکومت نیاز ندارد با واکنش های تند همراه شده است. شماری از نمایندگان مجلس وجود جریان مخالف سیاسی در حکومت آینده را ضروری می دانند و می گویند اگر چنین جریان وجود نداشته باشد حکومت آینده یک حکومت خودکامه خواهد بود. در همین حال شماری از فعالان مدنی باور دارند که اگر جریان مخالف سیاسی در حکومت آینده وجود نداشته باشد ناکامی های حکومت برملا نخواهد شد. زکریای حسنی گزارش می دهد. روز گذشته نشست حامد کرزی با شماری از بانوان کشور در کاخ ریاست جمهوری. افغانستان اپوزیسیون تو ضرورت نداری قطعا. طول افغانستان هر یو ملگرتیا تو ضرورت لری، انجوالی تو ضرورت لری، همکاری و هماهنگی تو ضرورت لری. اکنون این سخن کرزی که حکومت آینده نباید جریان مخالف سیاسی داشته باشد با واکنش های تندی همراه شده است. شماری از نمایندگان مجلس وجود جریان مخالف سیاسی را ضروری می دانند و آن را لازمه نظام های دموکرات می گویند. وقتی اپوزیسیون وجود نداشته باشد کسی منتقد نمی باشد، اعتراض نمی کند، هیچ گونه عمل کرده حکومت کسی به انتقاد نمی گیرد و بالای از او هیچ نوع کدام نظر منفی نمی ته. نظریاتشان همیشه باید تایید شود، آنچه که خودشان میخواهند بکنند کسی دیگه وجود نداشته باشه که جلوگیری از اعمال منفی بکنه.
در همین حال برخی از فعالان مدنی میگویند اگر جریان مخالفی برای نقد کارهای حکومت وجود نداشته باشد، حکومت خودکامه شده و ناکامی های آن نیز برملا نمیشوند. در نظامی که اپوزیسیون وجود نداشته باشه، اون نظام به جهت کارآمد و موثر نیست. به خاطر باید کسی باشه بالاخره از این نظام انتقاد کنه، از نارسایی‌هایش، ناکامی‌هایش و ناکارآمدی‌هایش. وقتی که اپوزیسیون سیاسی نداشته باشه، مطمئناً این ناکامی‌ها و نارسایی‌های دولت آینده برملا نخواهد شد. برخی دیگر هم حکومت بدون جریان مخالف سیاسی را به حکومت خود حامد کرزی تشبیه می‌کنند و می‌گویند یکی از دلایلی که این حکومت ضعیف بوده است همین موضوع است. ریاست امنیت ملی نزدیک به 15,000 کیلوگرم مواد انفجاری را که از پاکستان وارد کشور شده بود کشف و ضبط کرد. سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید که این مواد برای انجام حمله های انتحاری و هدف قرار دادن تاسیسات دولتی استفاده میشد و در پیوند با آن دو نفر بازداشت شدند. از سوی هم تیزرانی یک رنجر پلیس در ساحه کلولاپشته شهر کابل سبب تخریب شدن چندین موتر شد. پس از بارگیری از شرکت این جی اس پاکستانی، این موتر به کابل انتقال یافت. در تلاش انجام حملات حراس افغانی بود، اما در ناحیه 21 شهر کابل از سوی امنیت ملی شناسایی شد. سخنگوی امنیت ملی استخبارات پاکستان را در این کار دخیل می داند. موتر مذکور در فابریکه NGS که تحت نظارت سازمان استخبارات پاکستان در منطقه رینگ رود شهر پشاور می باشد بارگیری شده بود و بعدا در سرای جمرود واقع شهر پشاور تسلیم طالبان و تروریستان شده بود که باید به کابل انتقال داده شوند. این مواد به گونه ماهرانه در خریطه های سمن جاسازی شده است. جابجا کرده بودند تا در حملات انتحاری از آن استفاده کنند. قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی تانست که همین موتر شب گذشته در ناحیه 21 شهر کابل دزگیر نمایند و ضبط نمایند. اما در گوشه دیگر شهر، اینجا یک موتر رنجر پلیس خسارات زیاد به مردم وارد کرده است. موتری که ظاهراً یک زخمی را انتقال می داده و به همین علت تیزرانی کرده است و در نتیجه چند نفر دیگر را نیز زخمی ساخته است. شاهدان می گویند این رنجر به اشاره ترافیک و پلیس هم توجه نکرده و این کار او سبب شد که پلیس بالایان شلیک کند. سرانجام این موتر در مربوطات حوزه دهم به چنگ پلیس می افتد. رنجر پلیس چون از دست بسیاری طرفدار بود در وسط چهارراه از اونجا از اون سایه که میبینید از اونجا که یه زرم تو پشت سرم تو مستقیما خودش بود با خودشان گریختن رفتن پیشتر باز از اونجا تایرشان خراب شده بود باز دمو گوشه گوشه میرفتم لنجر به سر آمد ما چم رفتار از این 100 بود 120 بود ما در گوشه روان است موتر مرزت به رقم مو تو در کوچه تخته شد دیگه لنجر گریخ ما خود کشیدم دیگه ما چم نفر که زخمی است مرد در موتر ما لنجر نه نمینجا استفاده. کابل ظاهراً یکی از شهرهای پر از حادثه است. رویدادهای اینچنینی روز نیست که در این شهر رخ ندهند. اما آنچه که همواره انتقاد مردم را به همراه شده، تامین نشدن نظم و امنیت 100% در این شهر است. مردی در آرزوی زن پنجم نام فیلمی است که با تحسین گسترده تماشاگران در کابل روبرو شد. این فیلم از ساخته های صدیق عابد از سینماگران کارکشته کشور است. محتوای فیلم نمایش فرهنگ روستایی افغانستان است. قیام نوری از مراسم گشایش این فیلم گزارش تهیه کرده است. مرد در آرزوی زن پنجم، فیلم کمشام زیر این سقف در حضور ده‌ها تن به نمایش گذاشته شد. صدیق عابد کارگردانی و نقش مرکزی را در این فیلم بر دوش دارد. در کنار وی پنج دختر دیگر به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند. داستان فیلم روایت زندگی یک مرد روستایی است که به دختری از روستایش دل باخته، اما پدر دختر شرط می‌گذارد باید یک رقابت بزکشی برای بیفتد و هر که برنده میدان شد دختر مال همان مرد خواهد بود. موضوع سینمای ما باید مشخص و ویدا باشه و خوبی ها بدی هایی که در کشور ما وجود داره با تصویر کشیدیم. فیلم پایان خوشایند دارد. پسر فیلم بازی را میبرد و دختر را مال خودش میکند، اما این فیلم حرف های دیگری هم برای گفتن دارد، مانند خشونت با بانوان. خاطری که زن به حقوق خود برسد، اولا ما مردا باید تربیت شویم تا ما او ارتقای فرهنگ در خود نپرورانیم که به زن احترام کنیم. زن به تنهایی
و مبارزات خود به جایی نمیرسه. یا جنگ انداختن حیوانات که جزء فرهنگ فراموش نشدن جامعه افغانی است. این فیلم در امریکا، استرالیا، هند، ازبکستان، تاجیکستان و حالا در کابل به نمایش گذاشته شده. فیلمی که تماشاگرانش را به تحسین واداشته. خانم هایی هستن که به این گونه زندگی میکنن متاسفانه و بالاشون ظلم میشه. فیلم خوبی بود چون واقعیت های افغانستان، واقعیت هایی که در قره و قصبات در افغانستان است، واقعیت ها را به مردم نشان داده بودن. این فیلم در چند ولایت شمالی کشور ثبت شده، میلیون ها دلار هزینه برداشته و در 2 سال تکمیل شده است. سینمای افغانستان در سالهای پسین با وجود آنچه بی‌پروایی حکومت گفته می شود فراورده های خوبی داشته است. باران‌های سنگین و سیلاب‌ها در دره‌های هند و پاکستان جان بیش از 200 تن را گرفته است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های هندی در پی این رویدادها بیش از 2000 نفر خانه‌هایشان را از دست دادند و به کمک‌های آجل نیاز دارند. سیلاب‌های مدهش مناطق زیاد هند را نیز تخریب کرده است. در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها دست کم 100 تن در ایالت‌های جموع و کشمیر هند جان‌هایشان را از دست داده و صدها تن دیگر از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. وزیر داخلی هند از این مناطق دیدار کرده و وعده کمک با سیب دیده‌ها را داده است. نزدیک به 11 میلیارد روپیه هندی با سیب دیدگان در نظر گرفته شده است. من از وزیر ایالات خواستم از این کمک ها استفاده ی حد اکثر را بکند و افزون بران هر گونه کمک دیگری که لازم باشد حکومت هند آن را برایشان فراهم خواهد کرد. این مقام ارشد هند افزوده است که نارندرا مودی نخست وزیر این کشور نیز برای خانواده قربانیان این حادثه طبیعی 200 هزار و برای زخمی شده ها پول نقد 50 هزار روپیه هندی کمک خواهد کرد. این در حالی است که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ایالت پنجاب و بخشی از شهر لاهور پاکستان نیز بیش از 150 تن جانهایشان را از دست دادند. پایان صدق خبر از امرایتان سپاسگزارم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.